جدیدترین سوتی های سریال یوسف پیامبر. چطور کسی تا حالا متوجه این سوتی های عجیب و وحشتناک نشده بود؟ واقعا عجیبه که بعد از چند بار پخش شدن این سریال کسی نفهمیده چه سوتی هایی توی این سریال رخ داده. سریال یوسف پیامبر به نویسندگی و کارگردانی زنده‌یاد فرج الله سلحشور که توی 45 قسمت برای اولین بار تو تاریخ 7 تیر ماه 1387 روی آنتن شبکه 1 رفت، یکی از پرطرفدارترین سریال های شناخته شده تا به امروز بوده که موفق شد نه تنها توی ایران بلکه تو کشورهای دیگه هم به شهرت برسه. این سریال که گویا بر اساس روایات و منابع اسلامی ساخته شده، در کنار تمام محبوبیتی که در بین مردم به دست آورد، دور از ایراد و اشتباه نبود که ما اینجا سعی داریم تنها جهت سردرمی به چند تا از بارزترین سوتی های این سریال بپردازیم که آخرین موضوع واقعا خجالت آور بود. دکمه لایک رو بکوب و بریم سراغ ادامه ویدیو. یکی از عجیب ترین و ناراحت کننده ترین سوتی های این سریال مربوط میشه به بخشی که یوسف پیامبر، یا بهتر بگم یوزارسیف، برای اولین بار وارد زندان میشه. یوزارسیف به محض ورودش به زندان خطاب به زندانی‌ها میگه چطوری اینجا زندگی میکنید وقتی اینجا انقدر کثیف و آلود است؟ طبیعیه که وقتی حرف از کثیفی و آلودگی به من میاد یاد موش و اینطور چیزا بیفتیم. توی سکانسی که زندانی‌ها تصمیم میگیرن زندان رو تمیز کنن، طراح صحنه میاد برای نشون دادن آلوده بودن زندان از چند تا موجود استفاده میکنه که بده مثلا اینا موشن و اینجا خیلی کثیفه. حتی یکی از زندانی ها با جارو روی سر این موجود بیچاره هم میزنه. اما باید خدمتتون عرض کنم این موجودات همستر بودن نه موش، و همسترها برخلاف موشها خیلی زیاد به محیط های آلوده حساسن و ناراحت کننده است. اما باید بگم حتی ممکنه با همین چند تا ضربه جارو این موجود تلف شده باشه. سوتی شماره 2. وقتی برای اولین بار یوسف و برادرش بنیامین روبرو میشه، اگر دقت کنید توی کل سریال هیچ خالی روی دست یوسف دیده نمیشه. اما همین که بنیامین میگه روی دست برادرم یوسف یه خال وجود داشته، یه خال روی دست یوزارسیف ظاهر میشه که گویا فقط برای ضبط این پلان روی دستش چسبونده شده. سوتی شماره 3. موقع ورود یوزارسیف به زندان، رئیس نگهبانا بهش میگه تو اجازه حرف زدن و ارتباط با هیچ کدوم از زندانی‌ها رو نداری. اما باید بگم توی چند سکانس جلوتر اشتباهاً رئیس زندان به یوسف میگه مگه نرفتم که نباید با هیچ کس در ارتباط باشی. سوتی شماره 4. توی قسمتی از سریال که نگهبان‌های قصر توی درگیری زخمی میشن و روی مجسمه‌های غول‌پیکر ورودی قصر میافتن، مجسمه‌ها به لرزش و حرکت در میان که معلومه اونها ماکت بودن نه سازه های سنگی. سوتی شماره 5 که یکی از عجیب ترین سوتی های این سریال بوده، مربوط میشه به انتقال تابوت پوتیفار به اون طرف رود نیل، که خیلی عجیب و ناگهانی پایین کشتی یه قایق دیده میشه که توی اون چند تا مرد با تیشرت و لباس های امروزی نشستن، که نه تنها به چشم فیلمبردار سریال نیومده، حتی توی تدوین هم حذف نشده و خب این خیلی عجیبه. قبل از گفتن اون سوتی شوکه کننده و خجالت آور مورد آخر، سوتی شماره 6 رو بررسی کنیم که خیلی بیشتر از بقیه موارد همه در مورد صحبت کردن. زمانی که برادرای یوسف و همراه بنیامین برای گرفتن گندم به سیلوها میرن، به طور عجیبی یه خودروی سفید از پشتشون رد میشه. سوتی برگریزون شماره 7. این همون مورد خجالت آوری بود که خدمتتون گفتم. با وجود اینکه این سریال یه فیلم خوش ساخت و خوبی بوده، اما قابل انکار نیست که توی سکانس‌های خیلی کم درگیری و جنگ‌ها ضعف‌های شدیدی داشته. توی سکانسی که کاهنان معبد به سیلوهای گندم حمله می‌کنن، به طور عجیب و خجالت‌آور یکی از مسئولین تحویل گندم به سرباز معبد حمله می‌کنه و وقتی با نیزه بهش ضربه می‌زنه سر نیزه کج میشه. درسته که توی اکثر سریال‌ها از ابزار جنگی پلاستیکی و مصنوعی استفاده می‌کنن، اما حاشا کردن این موضوع توی سریالی که تمام دنیا مخاطب داره واقعاً خجالت‌آور و شوکه کننده است. در این مدت کوتاه از شروع فعالیت کانال رادیو اکتیو، ویدیوهای کانال ما موفق به جذب نگاه چند هزار نفری شما همراهان رادیو اکتیو شده. برای حمایت از ما با سابسکرایب کردن کانال کنار ما بمونید تا خانواده رادیو اکتیو روز به روز بزرگ و بزرگتر بشه.